وقتی در مرزهای کشور به روی کالای قاچاق چارتاق بازه. حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ما کالای قاچاق در کشور داریم که تقریبا چیزی در حدود نصف بودجه کشور رو به این موضوع اختصاص میده. متاسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق برشون داره که گاهی تا 300% سوداوری داره کالای قاچاق، طبعا بهترین وضعیت برشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشند. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر از 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به یک باره آب پاکی رو روی دست ما ریخت و گفت قاچاق کالا به صورت رسمی و از مبادی رسمی وارد میشه. قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار بریزیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم از هستی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل داره، از منشأ چرا برخورد نمیکنیم؟ کم مصرف هایی که نه تنها کم مصرف نیست بلکه مصرفشون خطر جانی هم داره. در بازرسی های به عمل آمده توسط مامورین اداره کل استاندارد لرستان، 4 نوع لامپ کم مصرف با اسامی اطلس نور، یاس نور، آریان نور و جهان پارس غیر استاندارد و استفاده از اونها برای مصرف کنندگان خطرناک اعلام شد. در بررسی های اولیه که از این لامپ ها کردیم بوی بسیار نامطبوعی که سمیه از این لامپ ها متصاعد میشه که قطعا واسه به خصوص در جاهایی که محیط خیلی بسته باشه واسه انسان و مصرف کننده مضر. بر روی این محصولات نه نشانی از استاندارد هست نه آدرسی از تولید کننده. به جد از ورود این نوع کالاها خودداری کنن. متخلفانی که این نوع لامپ غیر استاندارد رو تولید کردن زحمت درست نوشتن کلمات فارسی رو هم به خودشون ندادن. 7 تا غلط املایی در این مشخصات به 6 میخوره.